سوز دل از کانونهای شورشی مجاهدین. ایشون علناً و به تعداد متعدد در کنسرت‌های خودش از کانون‌های شورش منافقین، یعنی کسایی که میان توی یک ثانیه موتور می‌خوابونه، بنزین می‌کشه، آتیش می‌زنه، موتور می‌فرسته رو هوا، ماشین پلیس رو برمیگردونن، چپه می‌کنن، به نمی‌دونم نیروی انتظامی حمله می‌کنن، همین کسایی که ازشون اسلحه، نارنجک، برنو، جسه، کلاش و کلت و انواع اقسام سلاح‌های گرم و سرد گرفته میشه، همینایی که لب مرزیو اعلام می‌کنه اطلاعات که آقا مثلا یه گروه از منافقین رو تونستن دستگیر بکنن با مقادیر زیادی مواد منفجره. خب اینا که نمیان مواد منفجره بعد چهارشنبه سوری که نمیخواستن که مواد منفجره ترقه که نیست که با اینا همکاری میکردن. از افتخاراتش این بوده که برای سرنگونی جمهوری اسلامی دعا میکرده و یه جورایی مسعود رجوی و مریم رجوی رو الهام بخش خودش میدونسته و مستقیم تو حرفاش تو سخنرانی های مختلف اسم میبره از مسعود رجوی و اشاره میکنه که مسعود رجوی زنده است. ما تا دیروز فکر میکردیم سردار بزرگ مقاومت کسی دیگه است، ولی طبق نظر مرجان خانوم سردار بزرگ مقاومت مسعود رجویه. سلام بر شما جوانان کانونهای شورشی که خواب از چشم آخوندهای جنایتکار گرفتیم و درود میفرستم به سردار بزرگ، شیر همیشه بیدار، آقای مسعود رجوی. در سال 2007 در واشنگتن کنسرت اجرا کرد بعد از خروجش از ایران، چون سال 2006 خارج شد و این اجرای کنسرت در جمع منافقین یه جورایی پیوستن، یعنی اعلام رسمی پیوستنش به سازمان منافقین یا مزاحمین خلق بوده. کنسرت های متعددی در کمپ اروپایی اشرف 3، مقر تروریست های منافقین در آلبانی، اونجا کنسرت اجرا میکرده و کمپ منافقین در لیبرتی عراق رو یه اسم خاصی براش انتخاب کرده بوده، آها، رزمگاه مجاهدان آزاد و ایران دوست. از سخنرانی هاش بگم براتون که میگه انشالله به زودی به دست پرتوان ارتش آزادی بخش و کانون شورشی شاهد پیروزی بر رژیم آخوندی شویم و مردم ایران خانم مریم رجوی تک سوار آزادی و رئیس جمهور منتخب مقاومت ایران رو در تهران آغوش بگیرد. ملت بزرگ ایران شاهد پیروزی رو در آغوش میکشه و تک سوار آزادی سرکار خانم مریم رجوی رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت. آره. سوز و گداز برای 17,000 مهره و مزدور کیفر یافته رژیم. کلن این مرجان خانم یه بخشش میخوام بگم که رسماً به منافقین پیوست، رسماً ازشون حمایت کرد، هنر و استعدادی که خدا بهش داده بود و در اختیار دشمنان قسم خورده اسلام و مردم ایران قرار داد، ایناش به کنار. مرجان که مشخصه کی بوده چی شده، الان روی صحبت من با سلبریتی هاییست که اومدن در سوگ این زنیکه منافقه مرسیه سرایی کردن، استوری زدن، پست گذاشتن، کپشن نوشتن. این چهره های سلبریتی ها رو هیچ وقت فراموش نکنید، چون قراره که اینها یه عذرخواهی بزرگ برای مردم داشته باشن بابت حمایتشون از قاتلین 17,000 ایرانی به بدترین شرایط ممکن و بدترین وجه ممکن مردم ایران رو ترور میکردن و میکشتن. بعد این سلبریتی ها که از دل همین مردم با حمایت من و شمای مردم اومدن بالا، از قاتلین مردم دارن حمایت میکنن. اصل موضوع تهدید هنرمندان و کلیه کسانی که تسلیت گفتند از سوی قضاییه جلادان. من خواهش میکنم از
قوه محترم قضایی از دادسرای رسانه فرهنگ برسن به داد این اوضاع که این آدم ها اینقدر راحت از قاتل و خانواده های اون شهدای ترور دارن نگاه میکنن. پای تلویزیون میشینن پس فردا این قیافه های سلبریتی ها رو میبینن میگن آقا یعنی از قاتل ما حمایت کرد، از قاتل عزیز ما حمایت کرد، چرا دوباره داریم بهش تیریمون میدین؟ این یکی از خواسته های ماست، انشالله در مجلس جدید هم بهش اشاره بشه. درست میشه انشالله، انشالله درست میشه. ممنون از همراهیتون.